تشبیهی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست که میفرمایند که وقتی که شما یک انسان ظالمی رو میبینید و باید جلویش رو بگیرید، جلوی ظلم رو بگیرید. در یک روایت میفرماید یک انسان سفیه رو، یک انسان احمق رو. من حقیقتش احمقتر از رئیس جمهور تاجیکستان در عمرم ندیدم. یک انسانی که تاجیکستان یک کشوری هست با سرمایه بسیار هنگفت. ملت تاجیک باید در رفاه کامل زندگی میکردن. ملت تاجیک اصلا ملت بزرگی هم نیستن. کشور تاجیکستان کشور بزرگی نیست. یعنی کشور تاجیکستان در عرف قدیم ما بیشتر به یک روستای بزرگ هست و این مثلا کسی که رئیس جمهور تاجیکستان هست یک کت خدا هست، یعنی کسی که به اصطلاح برای تمام ملت باید پدر می بود، باید در مشکلات جامعه همراه مردم می بود، در شادیهاش همراه جامعه می بود. الان ما در تاجیکستان مشکل آب داریم، مشکل برق داریم، مشکل بیکاری داریم، مشکل جوانان مشکل دارن، همه جامعه پر از مشکل هست. همه اینها از اهمیت برخوردار هیچ پیش آقا. تمام هم مغمش این است که چرا روی سر فلان دختر یک چارقدکی یا که مثلا تک پارچه ای هست. ببین یعنی این به نهایت رزالت و خردی اون فرد دلالت میکنه. شما وقتی که این انسان رو میبینید اهمیت به چه چیزایی اهمیت میده؟ هرچه انسان عقلش بزرگ باشه به همون صورت اهتماماتش بزرگ میشه. وقتی یک انسان روشنفکر رو میبینید این در فکر این هست که من چه کار کنم که تاجیکستان سرآمد جهان باشه، من چه کار کنم که من تاجیک نه اینی که تاجیکستان رو بسازم، بتونم کشورهای همسایه رو بسازم، بتونم نمیدونم تکنولوژی تولید بکنم که برای جامعه بشری حلی باشه، من چطور بتونم این ظلم و استبدادی که در جهان هست این رو، این به اندازه عقلی که داره فکر میکنه. هرچی این عقل کوچیک و کوچیک و کوچیکتر باشه احتمامات هم کوچیکتره. شما الان یه بچه رو ببینید، یه بچه خرد، چون که عقلش خرد هست احتمامات چی هست؟ با گل و خاک بازی کردن، با سنگ اینور اونور بازی کردن، چون عقلش در همین مستوا هست. حتی پوشاکش، پوشاک یک فرد به یک خرد به اندازه، چون که عقلش خرد است بیشتر از جسمش عریان هست. همین که این فرد بزرگ و بزرگتر میشه، عقلش بزرگتر میشه، اهتماماتش بزرگتر میشه، پوشاکش هم بزرگتر میشه، بهتر پوشیده تر میشه. در قدیم الایام میگفتن که آقا وقتی که لباس نبود انسان ها چون نمیدونستن دیگه، عقل بشری رشد کرد. در اون وقتها شما میدیدید که بیشتر عریان بودن. الان تا با رشد اسلام، اسلام یعنی چی؟ یعنی اینی که دیانت های آسمانی آپدیت شدن، به منزله کمال رسیدن. کمال که رسیدن پوشاک انسان کامل شد، لیاقت انسان داشت. شما پوشاک انسان هویت انسان است. شما یک فرد رو با لباسش میشناسید. شما یک فرد رو مثلا این آقا رو میشناسید که این دکتر است از چی؟ از لباسش. این مهندس است از لباسش. این پلیس است از لباسش. انسان مسلمان هم شد خودش، چون که یک هویت است از لباسش ما اون رو میتونیم بشناسیم. این دلالت بر عمق فکری داره، دلالت بر رشد به اصطلاح یک انسان داره. اما شما بیایید در تاجیکستان ببینید، یعنی طرف اومده است رئیس جمهور یک کشور است، به جای اینکه به درد جامعه رسیدگی کنه، ما بهداشت تاجیکستان از بدترین بهداشت‌ها است، آموزش در تاجیکستان از بدترین آموزش است، جوان تاجیک مجبور است برای یک لقمه نان بره اینجا و اونجا نوکری و بیگاری بکنه. همه اینها درد این آقا نیست. درد این آقا یک تکه پارچه ای است روی یک سر یک دختر. یعنی چی؟ این آقا از عمق و ریشه با اسلام در جنگ است، با هویت اسلامی در جنگ است، چون که میداند هویت اسلامی یعنی آزادی، یعنی کرامت، یعنی عزت و شرافت. نه این یک انسان برده هست، از آزادی طعمی نجسته، از عزت و کرامت چیزی بویی نبرده، از انسانیت، از حیا، از غیرت، از این مفاهیم به کلی دور هست. وقتی این رو در دختر تاجیک، دختر تاجیک یک دختر نجیب، یک دختر پاکدامن، یک دختر با عزت و با کرامت هست، زن تاجیک یک شیرزنی هست که آوازش در منطقه یک آوازه خوب هست، این تحمل این رو نداره. در واقع این همون جنگ با هویت. این اگر تانست پارچه رو از سر حجاب رو از دختر تاجیک بردارد، این به این معنا نیست که بازی تمام شد. نه، این تمام فرعون‌های زمانه همینجوری هستن، از یک چیزی آغاز میکنن. اگر امروز این تانست حجاب رو از زن تاجیک بردارد، فردا لباس رو از زن تاجیک خواهد کشید.
پس فردا میبینید که همین فرد به زن تاجیک و دختر تاجیک در ملاء عام تجاوز خواهد کرد. امروز ما در تاجیکستان فجایع داریم. دخترهای تاجیک رو میارند از مدارس میدزدند و میبرند به سراغ بهشان تجاوز میکنند که فرزندان همین سردمداران دولتی. و اینجا نیاز هست که جامعه تاجیک بیدار بشه، جوان تاجیک بیدار بشه. عزت و کرامت اینها به قضایه نیست که بهشان از سرشان همینطور گذشت. ببینید عزیزان، امروز جامعه جهانی چقدر مشکل داره. ما امروز قضیه فلسطین رو داریم، قضیه ترکستان رو داریم، قضیه اردن رو داریم، مثلا یمن رو داریم، سودان رو داریم. در جای جای جهان جویبار خون جاری است. 2.5 میلیارد مسلمان اشک می‌ریزند برای این خونهایی که جاری است. در عین حال همین 2.5 میلیارد غیرتشان گرفته است که به یک زن تاجیک تجاوز شده است، به احترام و عزت و کرامت یک زن تاجیک دست درازی شده است. یعنی در بین ما مسلمان ها عزت، ناموس یک زن مسلمان به همان اندازه اهمیت دارد که خون یک انسان مسلمان اهمیت دارد. ما این امت هستیم. برای همین الان روز جمعه رو، همونطوری که شما اطلاع پیدا کردید، روز جمعه رو مسلمان ها به عنوان روز حجاب تاجیکستان اعلام کردند. در تمام منابر مساجد در ترکیه، در پاکستان، در افغانستان، در ایران، در جای جهان، در کشورهای عربی روی منابر سخن خواهد رفت که چطور در تاجیکستان حجاب ممنوع بشه. یعنی تمام جهان اسلام این رو یکی از مسائل ذاتی خود میدونن. امروز ناموس دختر تاجیک ناموس تاجیکستان نیست، ناموس امت 2.5 میلیاردی است. تمام امت خشمگین است، تمام از این وضعیت بحرانی که در تاجیکستان است، از این ظلم و استبدادی که در تاجیکستان است به تنگ آمده است. این است که آینده تاجیکستان، چون که آینده ملت تاجیکستان نیست، آینده امت 2.5 میلیاردی است. به این صورت نخواهد بود. آینده رو ما میسازیم، ملت تاجیک میسازن. این انسان هایی که چنین ظلم و استبدادی رو میکنن در تاجیکستان و به قول پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این انسان های سفیه، این احمق ها در آینده تاجیکستان هیچ نقشی نخواهند داشت.